پسرم که 29 سالشه مهمون بودیم و تصادفاً ما به اصطلاح بزرگ سالانی که بودیم که در اون مهمونی بودیم، من و خانومم، بقیه همه جوانای بین 20 تا 32 سال بودن. متفقاً شنیده بودن برنامه شما رو در مورد این که امشب میخواییم در باره گلشیفته فراهانی که به اصطلاح عکس لخت گرفته صحبت بکنید. متفقا من البته از قول خودم نمیگم، از قول اینا میگم، مخالف بودن با این که شدیدن انتقاد بشه از گلشیفته فراهانی. به هر صورت گلشیفته فراهانی برده اینا هنرپیشه جوانی هست که فیلم های خوبی بازی کرده و استعداد خیلی خوبی داره، صدای خیلی خوبی داره و این نکات مثبت داره. و از نظر شما این مسئله لخت شدنش یک نکته منفی بوده. جوان ها معتقد بودن که ماها، من نسلین بالا، ماها نمیتونیم معیارهای خودمون رو از گذشته عوض کنیم و نمیتونیم اینا قبول کنیم که جوان ها وقتی در امریکا یا اروپا فرار میکنه میان بالاخره معیارها و فرهنگ اینجا رو یه مقداری میگیرن به واکنششون و حتی اگه فیلمی هم بازی بکنن، فیلم در حول هوش فرهنگ فرانسوی، آمریکایی، اروپایی، هر جا هستش. و ایشون نمیدونم این عکس رو برای چی گرفتن و بعدن اگر شما تو گوگل و یوتیوب نگاه بکنید اومدن گذاشتن بغلش معروف ترین و مثل مدونا و دیگران که در اصلا در فیلم های مختلف گاهی به صورت اوریان ظاهر شدن یا عکسی گرفتن. خواهش جوان ها از شما این بود که من پیغام به شما بدم که یکم کوتاه بیایید راجع به خانم گلشیفته فراهانی و زیاد به اصطلاح ایشون را مغضوب درگاه ما به اصطلاح کسانی که به فرهنگ و به اصطلاح تردیشن های خودمون پایبندیم و هیچ بدم نیست البته، ولی اینا در جامعه خودمون بیشتر به اصطلاح خریدار داره، جامعه ایرانی، حالا چه در جامعه داخل ایران چه ایرانی هایی که در سنین بالا در اینجا زندگی میکنن. من متشکرم، این رو عنوان یک پیغام من به شما میدم. به خود منم هیچ نظری ندارم، امیدوارم شما رو برافروخته نکنم مثل بعضی وقتا که کردم که در بابت اونا معذرت میکنم. متشکرم، قربون شما. عباس معظمی. بله، آقای معظمی بودند که گاه از واشنگتن به ما زنگ میزنن، چه در این برنامه چه در برنامه‌های دیگه، و این نظری بود که در این رابطه داده بودند و من فکر میکنم میارزید که شما بینندگان عزیز هم بشنوید. حقیقت این قضیه این است که من هیچ ساید خاصی در مورد کار خانم گلشیفته فراهانی ندارم. دیروز وقتی برای اولین بار اون تصویرشون پخش شد، اگر ممکنه تصویر رو بذارید روی یک صفحه برای چند ثانیه‌ای دو بینندگان عزیز ما ببینند تصویر رو، این ویدیو رو، تصویر آماده است؟ بله. این هنوز من این ویدیو رو در واقع و دلیل این ویدیو رو نداشتم و ویدیو رو ندیده بودم. چند ساعت بعد این شانس رو پیدا کردم تا ویدیو رو ببینم. بله، اول این تصویر آمد و چون این تصویر در نشریه مدام فیگارو در پاریس منتشر شده بود، گفتند که این فقط یک پوز ساده است که در اون مجله انجام شده تا گرفتن ایشون به همراه یه مدل دیگه. اما وقتی ویدیو رو دیدم به هر حال فارغ از این که من موافق یا مخالف کار خانم گلشیفته فراهانی باشم، در این ویدیو یک پیام هست. یک بار دیگه ویدیو رو با هم نگاه میکنیم، برمیگردیم و خطهای تلفن رو من میگیرم. اگر آماده نیست من Regardez-moi, à cet instant, nu, libre de corps et d'esprit. N'ayant subi de pression que de moi-même. Je me livre corps et âme. Vierge encore, je succombe. Je rentre dans le désordre. Mon ADN éparpillé à jamais, j'entre dans la danse. Évadé de moi-même. Mon art sera de jouer. De vos rêves, je serai la chair. Je ferai vibrer une émotion subtile. Comme des fruits sur ma langue, je vous donne ma peau. Ensanglantée,
encensé, comblé. De larmes et de rires, je couperai votre souffle. De cris, de lumière. De foule, je veux me saouler. Votre impossible. Votre inavouable, me vêtiront mes traits. Que vienne le froid, le trac. Les heures incertaines, je resterai sourde aux vendeurs de vide. Je crois. Je plonge. À cet instant, nu, libre de corps et d'esprit. Je me livre corps et âme. Regardez-moi. Regardez-moi. La voie est libre.